به نام آیاد خدا با عرض سلام به خبر شش از شمشاد خوش آمدید. امروز پنجشنبه تاریخ 27 دل و سال 401 هجری خورشیدی است. سرخط مهمترین ها. هشدار آمریکا از آغاز مبارزه بر ضد ترورستان. وزارت خارجه آمریکا میگوید که در صورت اجرا نشدن تعهدات طالبان آنها در مقابل تروریسم دست به کار می شود. دستور جدید رهبری امارت اسلامی مبنی بر تصفیه کمیسیون های امنیتی و دفاعی. در بخشی از این فرمان 14 ماده‌ای گفته شده است باید مفسدین و متخلفین از خطوط اخراج گردند. و کشته شدن چندین فرد غیر نظامی در تیر اندازی نظامیان میانمار در این کشور. خیلی خوش آمدید. من فیصل فیضان هستم. اگر امارت اسلامی به وعده های خود مبنی بر مبارزه با ترورستان عمل نکند، آمریکا خود دست به کار خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری از گزارش سازمان ملل مبنی بر اقامت رهبر جدید القاعده در ایران حمایت کرد. نت پرایس گفته است که میزبانی ایران از رهبر القاعده نشانه آشکار حمایت از تروریسم است و منطقه را بی‌ثبات می‌کند. پرایس افزوده که طالبان قول دادند تروریست‌ها را مخفیانه و در آشکارا نابود کنند، اما اگر به وعده های خود عمل نکنند، آمریکا دست به کار شده و مانند الزواهری آنها را نابود خواهند کرد. حدود 18 ماه از روی کار آمدن حکومت سرپرست جدید می گذرد، اما هنوز نگرانی های در مورد تروریسم در جهان وجود دارد. در کنار افغانستان، این بار کارشناسان سازمان ملل گفتند که سیف العدل رهبر جدید شبکه القاعده در ایران است. آمریکا نیز این گزارش تازه را تایید کرده و بر کشتن وی 10 میلیون دلار جایزه را اعلام کرده است. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی با بیان این که سیف العدل در ایران است، اقدام تهران را نشانه حمایت از تروریسم خواند. پرایس گفت که قرار دادن رهبر القاعده در ایران باعث بی‌ثباتی منطقه می شود. بررسی ما هم در مورد رهبر جدید القاعده مانند سازمان ملل است. به بررسی که شما اشاره کردید که سیف العدل در ایران به سر می برد، زمانی که صحبت از حضور وی در آنجا می شود، نمونه ای از حمایت ترورستان و جه دادن یا مخفیگاه برای القاعده توسط ایران است. این مورد همه چیز را در شرق میانه و مناطق نزدیک بی‌ثبات می کند. در عین حال نت پرایس اتهام وارد کرده که القاعده و گروه های دیگر در کنار سایر کشورها در افغانستان حضور دارند. پرایس گفت که طالبان مخفیانه و آشکارا وعده سرکوب تروریست ها را داده و گفتند که از خاک افغانستان علیه آمریکا استفاده نخواهد شد. و افزود اگر امارت اسلامی نتواند به وعده های خود عمل کند یا نخواهد به آنها عمل نماید، آمریکا این توانی را دارد که خود دست به کار شود و تروریست ها را در آنجا هدف قرار دهد. وقتی صحبت از دیگر اعضای القاعده از جمله اعضای افغانستان می شود، ما دو پیام داریم. اولین پیام ما به طالبان این است که آنها قول دادند که اجازه نخواهند داد خاک افغانستان به مکان امن برای کسان تبدیل شود که علیه آمریکا توطئه می کنند. نکته دوم ما این است که اگر طالبان نتوانند به وعده های خود عمل کنند و یا نخواهند به وعده های خود عمل نمایند، پس ما آماده ایم، می خواهیم و می توانیم به تنهایی عمل نماییم. فکر می کنم سال گذشته زمانی که ایالات متحده ایمن الزواهری رهبر القاعده را که در کابل پناهگاه امنی به او داده شد هدف قرار داد و به وضاحت دیدید. این اولین بار نیست که جامعه جهانی نسبت به فعالیت تروریست‌ها در افغانستان ابراز نگرانی می کند. قبل از این نیز بارها مدعی شده است که افغانستان به مخفیگاه تروریستان تبدیل شده است، اما امارت اسلامی این نگرانی ها و ادعاها را به اساس می داند و اطمینان می دهد که خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. تصفیه و پاکسازی امارت اسلامی در خطوط دفاعی و امنیتی جریان دارد. در فرمان رهبری امارت که در اول ماه جنوری منتشر شد، در 14 ماده به کمیسیون مرکزی و ولایتی دستور داده شده است که مقامات مفسد از خطوط دفاعی و امنیتی و متخلفان از احکام امارت از صفوف خارج کنند. سرپرست وزارت دفاع ملی به عنوان رئیس مرکزی کمیسیون مذکور تعیین شده است که گزارش ماهانه آن را به رهبری امارت ارائه می کند. ذبیح الله مجاهد
سخنگوی امارت اسلامی میگوید که برای ایجاد نیروهای قوی و منظم صفوف آنها تحت نظارت و اصلاح است. هبت الله آخونزاده رهبر امارت اسلامی در اول ماه قوس 1401 خورشیدی فرمان 14 ماده‌ای را در مورد تشکیل وظایف و اختیارات کمیسیون تصفیه خطوط امنیتی صادر کرد. این فرمان که نمونه آن از سوی امارت اسلامی درخواست عدم انتشار شده است، علاوه بر کمیسیون مرکزی، کمیسیون‌های ولایتی نیز دارد و رئیس کمیسیون مرکزی آن سرپرست وزارت دفاع ملی محمد یعقوب مجاهد منصوب شده است. این فرمان که دارای 14 ماده است، در بندهای مختلف به کمیسیون‌های مرکزی و ولایتی دستور داده شده تا آن دسته افراد رده پایین و عالی رتبه امنیتی را که مفسد و از دستورات امارت اسلامی سرپیچی می کند از صفوف امارت حذف کنند. علاوه بر اخراج مقامات ناشناس و مفسد از ارگانهای دفاعی و امنیتی امارت اسلامی، در مواد پنجم و ششم این فرمان آمده است که کمیسیون مرکزی باید کسانی را که افراد نامطلوب و مفسد را به صفوف امارت اسلامی داخل می کنند، حتی اگر در رتبه بالا هم باشند، احضار و تحت تحقیق قرار داده و به محکمه نظامی معرفی کند. در ماده ششم آمده است که اگر کمیسیون مرکزی آنده از افراد را در صفوف شناسایی کند که بدون دلیل شرعی از تصمیمات و احکام امارت اسلامی انتقاد می کنند، باید آنها را از صفوف اخراج نمایند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در مورد فرمان مذکور گفته است که این کمیسیون برای نظارت مستمر بر صفوف و خطوط تشکیل شده است و نتایج خوبی نیز داشته. کمیته ګمارل کی کمیشنونه ګمار دغه وظیفه داوی همیشه صف پاک وساتل سی نامطلوب خلک صف ته داخل نسی نمدار از د امنیتی ځواکونو په عنوان او نامه باندې څوک سو استفاده ونه کی دغه پروسه د دوام دار ساتل او د څار د دوام سات دوام دار کول لپاره دغه کمیشن جوړ شوی ده او د دې کې پایلې نتیجې تر اوسه پورې درلودلې. در ماده نهم این فرمان بر حذف از خطوط امنیتی و معرفی آن دسته از مقامات که مردم عام را شکنجه می کند، از آنها اخاذی می کند و باعث پخش وحشت می شود، تاکید شده است. اگر مسئول امارت یا منصوب مسلح به امارت با سوی استفاده از موقف امارت اسلامی از مردم باج بگیرد، مردم را تهدید و تعذیب کند، به بهانه‌های مختلف بدون هدایت ارگان مربوطه به غیر نظامیان حمله کند، آنها را شکنجه نماید، وحشت را پخش کند و یا سایر اعمال مخرب را انجام دهند، شخص مذکور از صف اخراج و به محکمه نظامی معرفی گردد. ز فکر کوم چې دغه سه مغرض کړی چې په نظام کې دی دا باید د خپل اعمال په جزا ورسیږي، اته بیخی له ارگان وستل سي او زندان ته وګرځول سي، چې نورو پرسونل ته یو عبرت سي او ملت هم باورمند سي په امارت اسلامي په قانونو باندې. چرا امارت اسلامی به منظور پاکسازی و نظارت بر خطوط امنیتی کمیسیون‌های بلندپایه ایجاد میکند؟ اصلا که ما ویلی دا یو دوامدار څار ده، ځکه د موږ تاسې امنیتي ځواکونه ټول د نوي جوړېدو په حال کې دي او د نوي تشکیلاتو په حال کې دي. د نوي تشکیلات پر سوي لاندې یا که بشپړ سوي دي نواقص په کې وي، دوامدار څار په ولایتو په مرکز کې ضرورت وو. د دې لپاره دغه کمیسیون کار کوي، تصفیه کمیسیون عالي ګامونو سره دا ثابتوي چې یو منظم اردو، یو منظم استخباراتي ځواک، یو منظم داخله ځواکونو ځواک ولرو چې هغه هر ډول مشکلات او ستونزو نه پاک وي او د خپلو خلکو په خدمت. در این فرمان 14 ماده‌ای دستور داده شده است کارکنان که از صفوف دفاعی، امنیتی و غیره خارج شدند، نمی تواند به صفوف امارت اسلامی بازگردند و به محکمه نظامی معرفی می شوند. کنسولگری افغانستان در پاکستان از آزاد شدن ده ها مهاجر افغان از زندانهای کراچی خبر می دهند. گفته می شود که در این زندانیان کودکان و زنان نیز شامل هستند. همزمان با این شماری از مهاجرین افغان در پاکستان میگویند که توسط پلیس کشور مذکور بازداشت و مورد آزار و اذیت قرار میگیرند و با مشکلات زیادی مواجه هستند.
صدها افغان که بدون اسناد قانونی به کشور پاکستان رفتند، توسط پلیس پاکستانی بازداشت و زندانی گردیدند. در میان این افغانها زنان و کودکان نیز شامل هستند. مهاجرین افغان مقیم پاکستان میگویند که بازار اذیت گوناگون پلیس پاکستانی روبرو میشوند. آنان اضافه می نمایند که تاکنون حکومت در این مورد اقدام جدی را روی دست نگرفته است. ای افغانانو گرفتارین به طرق پر دوام لري تر څو پر چې پاکستان او افغانستان خپل کې سیاسي اختلافات نه ختم شوي، ځکه چې موږ او موجوده کوم حکومت په افغانستان کې د طالبانو دونوم د غوښتنه لرو او د پاکستان حکومت نم د غوښتنه لري او بشري حقوقونه ولا وینوسیار ولا چې په افغانانو باندې رحم وکړي. د دلته کوم مشکلات سره مخامخ دي، که تجاران دي، که بزنسمن دي، که هغه دلته کډوال دي او که نوي کوم رماجر شوي دي، دا ډېر زیات مشکلات سره مخامخ دي او دا به تر هغې پورې دا لړۍ دوام لري تر څو پورې چې د دواړو ملکونو اختلافات نه وي ختم شوي. برخی به این باورند که افغانها به هدف تداوی به کشورهای همسایه می روند و اکنون بیشتر آنان در زندانهای پاکستان در وضعیت بد قرار دارند. آنان از حکومت پاکستان می خواهند تا این زندانیان را آزاد نموده و به کشورشان بفرستند. او دی گواندی هیواد پاکستان سرم دانه خیلی چی چه دغسی چلند دی خپل گواندی مسلمان ورور هیواد سر دیو کی نو منگا دی پدوار و دولتونو باندی غا کهو چه دغا افغانان دی خوشی کی تر څو خپل کورونو تستانه شي بیرته او خپل روزګار وکي. دا د ګاونډیانو غوښتنه ده، زمونږ خواست دی چې په دغسې کړنو باندې موږ راسره نږدې کیږو نه بلکې نور هم لرې کیږو. در امین حال قنسلگری افغانستان در پاکستان از آزادسازی 170 تن خبر داده است و میگوید که این افغانها به افغانستان منتقل گردیدند. امروز چهارشنبه 26 دی‌الوهه 1401 به تعداد 170 تن از هموطنان ما شامل زنان و اطفال از محابس کراچی و 30 تن دیگر از محابس لارکنه و سکر آزاد و به افغانستان انتقال گردیدند. هرچند امارت اسلامی در این اواخر تلاش ها را برای آزادسازی مهاجرین افغان از زندان های پاکستان تسریع بخشیدند، اما هنوز هم گفته می شود که صدها افغان در زندان های مختلف پاکستان زندانی هستند و با رفتار و رویه نادرست نظامیان این کشور روبروند. مردم از مسئولین مربوطه می خواهند که برای آزادسازی سایر افغان های زندانی از زندان های پاکستان از هر راه مناسب تلاش نمایند و طبق تقاضا برای مردم در داخل کشور خدمات را ارائه کنند. یونیسف می گوید که محدودیت های اخیر بر زنان افغان در افغانستان مشکلات در برابر کار را افزایش داده است. صندوق کودکان سازمان ملل یا یونیسف می گوید که خدمات رسانی به مناطق دور افتاده در افغانستان امکان پذیر شده است، اما محدودیت های اخیر بر زنان افغان مشکلات در برابر کار را افزایش داده است. مسئولین وزارت اقتصاد نیز می گویند که بسیاری از مؤسسات در کشور فعالیت خود را از سر گرفتند و برای سایر نهادها روی طرز العمل کار را آغاز کردند. محدودیت های کار بر زنان افغان در مؤسسات غیر دولتی بر کار یونیسف تاثیر گذاشته است. این نگرانی وجود دارد که در صورت دوام ممنوعیت کار زنان در مؤسسات غیر دولتی، افغان ها با بحران شدید اقتصادی مواجه خواهند شد. صندوق کودکان سازمان ملل یا یونیسف میگوید که ارائه خدمات به مناطق دورافتاده در افغانستان آسان شده است، اما محدودیت های اخیر بر زنان افغان مشکلاتی را در برابر کار و فعالیت ایجاد کرده است. دسترسی ما به مناطق دور افتاده افغانستان در حال حاضر امکان پذیر است، اما موانع حکومتی، تهدیدات و تهدید کارکنان بشر دوستانه و اعمال محدودیت ها بر زنان مانع از توانایی یونیسف برای ارائه خدمات ضروری می شود. سخنگوی وزارت اقتصاد میگوید که بسیار از مؤسسات فعالیت خود را آغاز کردند و در حال کار روی یک میکانیزم برای حل این مشکلات هستند. داخلی غیر دولتی موسسات او انجوگان لوری د مختلف پروژو د ښه تطبیق او بشری مرستو د عادلانه ویش په موخه جوړ شوی، چې په پیل کېدو سره به د پروژو تطبیق او د مرستو د توزیع پروسه ګړندۍ او سکتوري ادارو ته به غیر دولتي موسسو او انجوگانو سره د هوکړلیک زمینه برابر. کارشناسان اقتصادی میگویند که زنان تاجر افغانستان نقش بزرگی در بخش های مختلف اقتصادی ایفا کردند و حکومت سرپرست باید به روش های بدیل برای زنان کار کند تا با این محدودیت های کاری کار کنند. در بخش های مختلف جمله قالین بافی، بسته‌بندی میوه، بسته‌بندی مواد غذایی،
زعفران، مالداری و صنایع دستی نقش بسزایی را در 20 سال گذشته ایفا کردند که از چند سال بدین سو ای زنان به شدت کار می نمودند و کار کردند. نظر بندی اسلامی امارات به کار داشته دستی و مکمل منظم میکانیزم دوی تا برابر که چه دوی یونیفورم چه ده مثلا نقابه اسلامی وی او ترسنگ مثلا کوم موسسو کی یا کوم دفتر کې دوی کار کوي الته باید د خزو لپاره جدای پارټیشن منظم جوړ شي چې دوی خپل دندې تر سره کړي. این نگرانی وجود دارد که اگر حکومت محدودیت های اعمال شده بر زنان را لغو نکند و برای مردم زمینی کار را فراهم نسازد منجر به فاجعه اقتصادی در کشور می شود. نبود کار و این مسئله که چقدر در افزایش فقر در کشور کمک کرده و مؤثر بوده، یعنی بیکاری و نبود کار به مردم افغانستان، نه تنها خانم ها از این ناحیه رنج میبرند بلکه آقایون یا مردها هم در افغانستان از ناحیه نبود کار و بیکاری رنج میبرند و مو قسمی که عرض کردم یکی از عوامل عمده فقر در کشور پنداشته میشه. تایی بیشماری بر روی شهروندان افغانستان بخصوص زنان در بخش آموزش و اشتغال به وجود آمده که اگر چنین محدودیت های ادامه دار باشد باعث می شود که ضررات جبران ناپذیری در بخش های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی از خود جای گذارد. وزارت اقتصاد به تاریخ 24 دسامبر سال 2022 با صدور مکتوب ممنوعیت کار زنان در تمام مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی را صادر کرد که واکنش های داخلی و خارجی بسیاری را در پی داشت. نگرانی جامعه جهانی از حضور داعش در افغانستان با گذشت هر روز بیشتر می شود. پس از ادعای سازمان منطقه‌ای پیمان امنیتی مشترک به رهبری روسیه، اخیراً سازمان ملل از گسترش فعالیت سایر گروه‌های مسلح از جمله داعش در افغانستان و بعد چالش کشیده شدن امنیت منطقه توسط آنها ابراز نگرانی کردند. با این حال امارات اسلامی بارها حضور هر گروه مسلح و تروریستی در افغانستان را رد نموده و همه نگرانی‌های جامعه جهانی را به جا می داند. جامعه جهانی و تعدادی از کشورهای منطقه نسبت به فعالیت‌های گروه مسلح داعش ابراز نگرانی کردند. دو روز پس از آن که سازمان منطقه این پیمان امنیتی مشترک به رهبری روسیه مدعی استقرار نظامیان داعش در نزدیکی مرز تاجکستان در شمال افغانستان شد، به تازگی سازمان ملل نیز نسبت به فعالیت سایر گروه‌های مسلح از جمله داعش و تهدیدات آینده آنها به کشورهای منطقه ابراز نگرانی کرده است. اما امارت اسلامی بارها نگرانی و اتهامات مبنی بر حضور گسترده گروه مسلح داعش در افغانستان و تهدید منطقه و کشورهای همسایه را از خاک کشور رد کرده است. کیا و داعشیم چرت سر پورتکی غبا سر و هلکی لکت متاسفینو سمانه داسې بزرګونو کسان به ځای دی راوي او څوک ویویني نه څوک په خبر نه وي. هر څوک کولای سي وی ګوري راسي ویویني نو موږ سره د کینی مفاهمه ورسره کوو، مذاکره ورسره کوو، ولې تورونه دي څوک نه لګي. دا در بدره بیچاره څلور لسیزو جنگ ځپلی ملت څوک نور نه بدناموي، نه دې تهدیدوي. د افغانستان هیڅ چاته خطر نشته. هرچند تحلیلگران فعالیت و وجود گروه داعش را با توجه به حملات اخیر آن رد نمی کنند، اما این نگرانی را که این گروه ممکن است منطقه را تحت کنترل خود درآورد و تهدید جدی برای امنیت منطقه باشد را رد می کنند. کارشناسان تاکید دارند که در صورت برسمیت شناختن امارت اسلامی، نگرانی های باقی مانده در مورد وجود گروه های افراطی نیز برطرف خواهد شد. به می ترتیب حضور فیزیکیشان که یک جغرافیا یک منطقه افغانستان را در تصرف و کنترل خود داشته باشند ایتو چیز هیچ وجود نداره و هیچ گروه تروریستی و گروه مخالف در افغانستان حضور فعالانه و فیزیکی ندارند. در صورتی که امارت اسلامی با ملت نزدیک شوه و امارت اسلامی را جهان به رسمیت بشناسه، شاید تشویش موجودیت گروه تروریستی در افغانستان از بین بره. از سوی دیگر باور دیگر این است که جامعه جهانی می‌خواهد با اعمال تحریم علیه امارت اسلامی جای پای داعش و دیگر گروه‌های مسلح را تندر بدهد. کشورهای درگیر در قضیه افغانستان نیز متهم می‌شوند که امارت اسلامی را برای مبارزه با تروریسم تنها گذاشتند و در این زمینه کمک و همکاری‌های مالی و استخباراتی لازم را ارائه نکردند. خود بنسټپالنه او ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې د نړیوالو همکاري وس پڅا او پنشي صاحب دا ځکه چې
نړیوالو لا تر اوسه پورې طالبان د ترهګرو بنسټپالو له لیست څخه نه دي ایستلي او اکثرا بهرنیان فکر کوي چې طالبان د بنسټپالو سره ملګرتیا کوي او دوی لا تر اوسه پورې پر طالبانو باندې باور نه دی ترلاسه کړی. له دې کبله نړیوال افغانانو سره او د طالبانو سره د ترهګرو په وړاندې په مبارزه کې مرسته یا نه کوي او یا یې ډېره پڅه کوي. نگرانی ها مبنی بر تقویت گروه داعش از سوی کشورها و سازمان ملل در حال مطرح می گردند که نیروهای استخبارات امارت اسلامی در هفته جاری عملیات را بر مخفیگاه اعضای گروه داعش در منطقه حوزه هشتم امنیتی شهر کابل انجام دادند و در آن 13 داعشی کشته شدند و 1 تن دیگر همراه با مهمات دستگیر شد. سرپرست وزارت صحت عامه و هیئت همراه وی به کشور بازگشت. قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه در میدان هوایی کابل هنگام صحبت با رسانه ها گفت که در نشست کشورهای G7 علاوه بر ایران با سایر نمایندگان کشورهای همسایه در مورد موضوعات مرتبط به صحت گفتگوهای مفیدی داشته است. این هیئت میگوید که با کشورهای اشتراک کننده نشست G7 در مورد مبارزه و جلوگیری بیماری های ساری نیز بحث کرده است. هیئت وزارت صحت عامه پس از اشتراک در نشست G7 به کشور آمد. در این نشست نمایندگان کشورهای همسایه افغانستان نیز اشتراک داشتند. دکتر قلندر عباد سرپرست وزارت صحت گفت که مذاکرات مفیدی برای حل مشکلات صحی و تقویت روابط صورت گرفت. دی سفر غرض و مقصد داده چې څنګه موږ کولای شو چې د سیمې په هیوادو کې د صحت په مختلفو برنامو کې هماهنګي منځته راولو، د صحت په مختلفو بخشونو کې موږ همکار پاتې شو، هغه علم هغه پوهې د یوه د بل سره تبادله وکړو، هغه نوې ټکنالوژي نوې اکسپیرینسز چې موږ په دې مختلفو هیوادو کې لرو څنګه کولای شو چې یوه بل ملک ته انتقال کړو. ایران با بخش صحی افغانستان از قبل همکاری داشته است. بر اساس معلومات هیئت برگشته افغان با طرف ایرانی در مورد حل مشکلات صحی که از سوی ایران ایجاد شده بحث گردیده و در کنار آن بر افزایش و بلند بردن ظرفیت دکتران موجود در کشور نیز تعهدات همکاری داده شده است. موږ د ایران د هیواد سره د ارتقا د ظرفیت لپاره څرنګه کولای شو چې موږ خپل ډاکټر صاحبان د تخصص د برنامو لپاره د طب د علوم د تحصیل لپاره همدارکنته د نرسنګ کیر لپاره یا د نرسانو د ټریننګ لپاره موږ څومره تعداد کسان موږ ایران ته ولیږو. په دې اوس وار باندې هم موږ د همکاري په نوم باندې یو برنامه لرو. علاوه بر 4 کشور، سازمان صحی جهان نیز در این نشست اشتراک داشت، اما این بار نماینده تاجیکستان هم در آن حضور یافته بود. به گفته دکتر قلندر عباد، ایران که یک ارگان اهدای خون را به سطح منطقه ایجاد کرده است، بحث انتقال آن به کشورها نیز مطرح گردیده است. هیئت مذکور میگوید که طرف ایران در بخش توانمندسازی و بلند بردن ظرفیت کارمندان صحی کشور اطمینان همکاری داده است. خبرهای ما در همینجا به پایان رسید. با سپاس از توجهتان، وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.